مترو زندگی. مثلا ما برکن هر اون چه لازم بود رو انجام دادم که بازگردم و زندگی ما رو از نو بسازیم. اما به روزانو بگو پدر به جور من اندیشیدم و روشنگری جانسه بود. عاشقت هم بودم. اکنون که وصیت نامه می نویسم و ثروتی برای بخشیدن ندارم، از روی تان شرمسارم. مرا ببخشید که تنهایتان میگذارم. 1388 روز محبوس بودن، به خصوص این 8 روز آخر که ملی کشی کردم، بسیار دشوار بود. اما شبهای طاقت فرسا را به این امید به روز رساندم که به جان قاضی ها و بازجوها بیدار شود، که اگر بیدار میشد مرا تبرئه میکردند و خلافکارها و مجرمین واقعی را به زندان میانداختند و میگذاشتند دوباره در کنار یکدیگر زندگی کنیم. برای روزانا قصه گو بودم و تو را در آغوش بگیرم. دیگر تحمل این همه ظلم را ندارم. از این تنها جنگیدن و فریاد زدن خسته شدم. هیچ کس نیست که مرا یاری دهد تا فریادی بر سر ظالم میکنی. من رفتم اما شک ندارم روزی از شر ظالمین رها میشنیم. پرونده من را میخوانید و ایمان میآورید حتی یک روز در زندان بودن هم تا من نبود. روزی فرا میرسد که بزداد و بازجوهای خود فروخته محاکمه میشوند و سرزمین من دیگر توسط مفرداغ و پیشانی های ریاکار اداره نمیشوند. در سال مرگم عشق نریزید. ترانه نبی هم غزوه نبی پیاف را بیادم گوشه این هرگز اجازه نهید نهید شهر دیگر را به جرم داشتن عقایدی متفاوت شکنجه.